اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. از گل گفتی در صبح وطن، من بودم و تو با شعر و سخن. در کوچه دل با هم رفتیم، یک روح شدیم در بند دوتن. نسل من و تو هم سنگر عشق، با واژه دل بر چنگ بزن. برگی گفتی از شاخ چکید در شهر غریب با شعر کهن. نرمک افسانه شد در قربت تر در چنگ مهن. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 25 ماه دسامبر، 5 دی ماه، به شما سلام. دیگه امروز در جمهوری زشت هم انسان‌ها که زیبان در برابر یاد و خاطره پیامبری قرار گرفتن که سر تا سر زندگیش بخشودن و مهر و زیبایی، عیسی ناصری، عیسی مسیح. و همینطور یه خود پیشتر بریم، قبلتر، به میترای خودمون میرسیم، به مهر، پیامبر نور و روشنایی. امروز تولد دو عزیز که اتفاقا در یه موردش با مهمان برنامه مو صحبت کنم. امروز تولد احمد اعطا، ملقب به احمد محمود، یکی از بزرگترین نویسندگان ایران و یکی از متبحرترین رمان نویسان ما، که کتاب همسایه هاش، مدار صفر درجهش، نامه جاودانه شد. و سیدعلی آقا خامنه‌ای وقتی او جایزه بهترین رمان سال گرفت، مخالفت کرد، گفتن این با جنگ مخالفه، مثل که همین باید به جنگ موافق باشه. باری و همینطور امروز تولد داریوش رفیعی هم هست، صدایی برای ما در کودکی که ناگهان خاموش. از این اول من به مهمان عزیزمون سلام کنم و براتون بگم که این انسان نازنین، حرمت او به قدری است که در برنامه همیشه من جایگاه او رو رعایت میکنم. دوست عزیز و نازنینم دکتر کردوانی، سلام میکنم. سلام عرض کردم حضور شما، سلام میکنم به کلیه دوستان و عزیزانی که به این برنامه نگاه میکنم و بسیار سپاسگزارم از همه محبت ها و بزرگواری شما. دکتر، بس قبل از اینکه بریم توی بحثی که امروز در نظر داریم با هم صحبت شو بکنیم، راجع به احمد محمود. احمد محمود تو انقلاب و اون یه سال اول انقلاب یکی از نزدیکترین دوستان من. من از همون روزگار 17 سالگی مجله فردوسی با محمود دوست نزدیک بودم، به گونه ای که شبایی که معمولا بعد از جلسه فردوسی می رفتیم به میکده یا بعدش اومدیم بیرون، من اون برد به خونه شد. خیلی دفعات هم بانوی مهربانش چه سفره‌ای برای ما می چید و بعد می شستیم همسایه ها رو می خوند. گاهی دوست نازنین عبدالله دستگی من بود، گاهی اصغر واقعی، گاهی خودم بودم. به هر حال شبانه های بسیار با هم داشت. بعد از اومدن از ایران بیرون متاسفانه خبری ازش نداشتم، دنبال میکردم از اون تا بیمار شد. حالا دلم خواهد شما برای من از اون سالهایی که ما محمود رو ندیدیم بگوید.
ببینید همونطور که خودتون پیش از صحبت کردن درباره دوست عزیزمون زندیات احمد محمود، من اجازه میخوام که این شما اشاره کردید به اصطلاح میلاد مسیح، و من اجازه میخوام که این سال نو مسیحی رو، سال نو میلادی رو به کلیه هموطنان مسیحی کشور ما و کلیه مسیحان جهان تبریک بگم، سالی بسیار فرخنده برای آنها آرزو بکنم، سال بسیار فرخنده برای همه مردمان جهان آرزو بکنم. امیدواریم که در این سال میلادی جدید رنج و عذاب و ناراحتی مردم جهان کمتر بشه، کمتر روی جنگ ببینیم، بیشتر روی خوشی و خوبی رو ببینیم. حال برگردم به پرسشی که فرمودید جناب دکتر نوری‌زاده. همونطوری که فرمودید، خب احمد محمود یکی از زیباترین به اصطلاح رمانایی که نوشت، رمان نوشت، داستان به مفهوم داستان قدیمی ننوشت. خیلی مهمه به این مسئله آدم توجه بکنه، چون یه تفاوتی از میان رمان و اون داستانی که خب ما تاریخ کهن داریم در اون. که البته مثلا رمان نویسی جدید، من فکر میکنم که بزرگترین رمان نویسان جهان مثلا از 1001 شب خیلی تاثیر گرفتن، با اینکه مال دنیای بسیار کهنی است، ولی به هر جهت رمان نو به اصطلاح فرنگی ها ژانر جدید، نوع جدیدی از داستان نویسی است، و احمد محمود رمان نویس بزرگی بود به مفهوم مدرن کلمه، و کسی خودش هم داره که شما خیلی خوب اشاره کردی، خودش به شخصم آدم خیلی نازنینی بود و عرقیل قال هم نبود، کارشو میکرد. ببینید شما اشاره کردید به این مسئله جنگ و مخالفت آقای خامنه ای که کتاب سال به اصطلاح جایزه سال رو به کتابیشون بدن. این کتاب زمین سوخته احمد محمود، بله، نخستین رمان ایرانی است که راجی به جنگ نوشته شد، جنگی عراق علیه ایران، جنگی که 8 سال طول کشید، جنگی که بزرگترین جنگ علاز زمانی اصل به اصطلاح این قرن 20 تا به امروز، حتی قرن تا به امروز قرن 20 هم 21 هم هیچ جنگی به اندازه جنگ ایران عراق طول نکشید. صدها هزار، چند نمیدونم میلیون کشته و زخمی و روی دست دو ملت گذاشت، و به قدری این رمان زیباست و خیلی صمیمیه. اتفاقا چیزی که متوجه نشدن نه آقای خامنه‌ای نه دیگر دستن در کاران، که این رمان خیلی رمان صمیمیه، اصلا رمان شعاری نیست، رمان به قدر صحنه‌های زیبای انسانی در این رمان وجود داره. و یه صحنه است آقای نوری‌زاده اصلا تکان دهنده است، چگون این فرهنگ حتی خود مردم به اصطلاح مردم به مفهوم اون چیزی که توده میگن، نه مفهوم به مفهوم مدرن کلمه مردم، این توده عامی که یه چیزی رو توی ذهنشون میره به باوری میرسن و کارهای عجیب و غریبی میکنن که حتی میتونن دست به جنایت بزنن، ولی یه دفعه بعد از اون که اون کار رو میکنن اصلا متوجه نمیشن چه کاری کردن، اصلا این بعد این جنایت رو نمیفهمن، بعد اون کادر رو نمیفهمن و میمونن و هیچی هم ندارن بگن. این یه صحنه داره که یه کسی رو در جنوب یه دست خود مردم اعدام میکنن به جرم جاسوس بودن، اصلا بی‌نظیره. بعد این روانشناختی اجتماعی که در این رمان زمین سوخته است، چون ما در ببینید مثلا راجع به جنگ، شما تا به امروز فیلم دندانگیری راجع به جنگ به رغم این همه بودجه‌ای که صرف کرده حکومت شما ندیدید. یعنی خیلی غریبه در یه مملکتی که 8 سال جنگ بوده
این همه پول صرف شده، شما یه رمان یک فیلم جدی ندیدید. درست. همش چیزای شعاری و شعاری و این چیزای حتی در حد فیلمای جیمز بوند بازی هم نبوده. راجب یه مشتمل چیزای مسخره‌ای که دلغک بازی بود و به اسم فیلم جنگ. دقیقاً. و بعد شما این رمان نخستین رمان راجب من یه رقمی میخونم برای شما. ملاحظه فرمایید این رمان نخستین به اصطلاح چاپش اول چاپ اولش در فروردین 1361 دقت بکنید. بله. اوس همون بهبوی جنگی ما، یعنی جنگ شروع شده. 11,000 نسخه از این رمان چاپ میشه. در خرداد 61، یعنی سه ماه، کمتر از سه ماه بعد از اون زمان، چون تا چاپ بشه و منتشر بشه تا خب طول میکشه، درسته فروردین تا خرداد سه ماه، ولی حقیقتش اینه که سه ماه نیست، دو ماه ممکن باشه. بله. علاوه عملی که اتفاق میفته در حوزه نشر. دومی چاپش 22,000 تاست. و من تا اونجایی که به خاطر دارم فکر میکنم شاید نزدیک به 300,000 نسخه چاپ شده از اینجا تا اونجایی که به یاد دارم. و این رو درست به همین علت، به علت محبوبیتش و به علت اون جایی که در ذهن و زبان خوانندگان خودش پیدا کرد این رمان، خیلی ترسیدن و در واقع دیگه اجازه چاپ ندادن به این رمان. خیلی حرفه. شما امروز ببینید در سال 61 یه رمانی در عرض دو ماه 33,000 نسخه فروش میره. همچین رقمی اصلا ما نداریم. در کشوری که ابرج کتاب 2,000 و 3,000 تاست. بله، تازه در اون زمانی که خوب بوده. حالا که دیگه چه عرض کنم، حالا که دیگه باید برای 1,000 نسخه جشن فرنگی گرفت. توجه میکنید؟ ولی در حقیقت من محمود رو خب زمانهایی میدیدیم، ولی خب این بیماری های سال آخرش هم، این سال آخر زندگیش هم، این بیماریش خب یه مقدار گوشه‌گیرش کرده بود. من فکر میکنم من آخرین باری که احمد محمود رو دیدم در یه جلسه قانون نویسندگان بود، در مجمع قانون نویسندگان، در نشست مجمع عمومی قانون نویسندگان فکر میکنم برای یه جلسه قانون بود. نشستم کنارش، گفتم عزیز، همین بحث کنفرانس برلین بود، گفتم که علاقه داری در این کنفرانس شرکت بکنی اینا؟ گفتش که اصلا توانش ندارم فلانی، من دیگه الان با این وضعیت جسمی که دارم دیگه اصلا توان اصلا سفر ندارم. خیلیم تشکر کرد. من فکر میکنم همواره جای احمد مبون سبز خواهد بود. و اگر خاطرتون باشه زمانی که دوره اون دورانی که آقای ماجرانی جسای ترقیانه به اسلام میگیره، مال حالا کار ندارم، به مناسبت 20 سال به اسلام 20 سال رمان نویسی در ایران هم نام احمد محمود و نام هوشنگ گلشیری حذف شد. یعنی دو تا از بهترین رمان نویسای مملکتمون در واقع نامشون حذف شد در آخرین لحظه. ولی رهبر یه رژیم، رهبر یه رژیم درباره دو تا نویسنده یا دو تا کتاب موضع میگیره و مانع از این میشه که از خدمات و جایگاه اینا قدردانی بشه. اتفاقا خود هوشنگ برای من گفت، گلشیری در اون وقتی لندن با هم دیدار داشتیم گفت، و منم ماجرای آقای مهاجرانی رو اون از خود ایشون هم شنیدم که رهبر مخالفت کرد، گفت بود این قصه ضد جنگ. ضد جنگ یعنی چی؟ در واقع خود مهاجرانی هم یه مقدار هزینه هایی که داد برای همین بود، یعنی که به قول شما گاهی مواضع مترقی میگیره، چون خودش اهل کتابه نوشتار احمد محمود رو به شدت دوست داشت و میخوند، دستش بود، و کتاب های گلشیری، کتاب های دولت آبادی، اینا همه برحال. ولی به هر حال ممنونم از دید یادش کردی. نه خواهش میکنم. ببینید مثلا یه چیزی جالب، ببینید مثلا استاد بزرگی مثل ابوالحسن نجفی، بله، زبانشناس، ادیب و ویراستار و مترجم بسیار بزرگ،
این آقای نجفی دوست عزیز ما کتاب مهمی رو ترجمه کرد به اسم خانواده تیبو که اونجا در واقع زندگی یک کشیش کاتولیکه. در یه زمانی نشر دانش فکر میکنم قراری گذاشت برای جلسه ای میان ویراستاران نشر دانش با آقای خامنه ای و اینا رفتم. خب آقای خامنه ای هم آدم کتابخونیه که کتاب میخونه. این خانواده تیبور خونده بود و اونجا به آقای نجفی میگن ایشون که من جلد اول یا دوم که خوندم دیگه تصمیم گرفتم دیگه این کتاب ادامه ندم. ولی ادامه دادم. بعد به عجیب آقا به آقای نجفی میگه ایشون که آقا اگر یه کشیش کاتولیک اونجوریه چرا ما بچه مسلمونا باید تقاضاشو پس بدیم؟ اقلا کلمه ها رو یه جوری عوض میکردید، یه مقدار این زخم کلمه ها رو میگرفتید. والا این نوشته شده در ترجمه بعد نه اصلا این نوشته شده اصلا یه کسی بخواد من میتونم سندشو بفرستم، یعنی در روزنامه های ایران در گزارشی که از این جلسه میان سر ویراستاران بسیار بزرگ ایران با آقای خامنه‌ای بود، آقای خامنه‌ای مستقیما درخواست عوض کردن متن اصلی شده، متن ترجمه شده، اونم چی؟ راجع به کلیسای کاتولیک. یعنی اینقدر دخالت، یعنی اینی که به قول معروف آقای نوری‌زاده این دین اسلام به کشمش پلو ما هم کار داره یه داستان. رهبر مملکتی بودم به در واقع به نویسندگان فرنگی هم در واقع کار داره و میخواد حرفای اونا رو عوض کنه. گفتی به کشمش پلو، یک روحانی عراقی هست، بسیار آدم آزاده، بسیار آدم آزاده، و این حرفایی که میزنه من میگم خدا حفظش بکنه نکشنش، چون برادرش نماینده آقای سیستانی و اینا خودش، ولی این بچه تو ایران هم دست خونه ایران گرفتن خواستن بکشنش، آقای احمد قبانچی. این آدم اصلا تکون دهنده است حرفایی که میزنه. از جمله یه جا برگشت گفت آقا ما چه آیینی داریم؟ توجه کنید از بد به تولد تا آیین خلا، تا آیین رخت خواب، تا آیین سنگسار، تا دار زدن، تا کشتن، همه اینا رو داره. بدبختی این زیر قبر هم دست هم آورده میداره، یه نکیر و منکر ساخته، ما رو داریم میمیریم باید بلرزیم که مبادا اون بیاد، چون تا میرسن ما بلند میشیم فکر میکنیم مرده ایم، دماغ اون میخوره به سنگ لحد، تمام شیری که از مادر خوردیم از تنمون میاد بیاد. بابا اینا بیچاره آخونده این داره میگه. حالا دکتر بریم سر بحث اصلیمون. دو موضوع بود که من وقتی به مشروطیت نگاه میکنم میبینم اون بیچاره ها یه تلاشی اول میکنن ولی بعد متمم قانون اساسی میاد و باز آخونده میان تو، ولی هرگز آخونده جرأت و یا قدرت کارهایی که بعد از انقلاب کردن نداشتن. از جمله خمینی روزی که سوار قدرت شد، هیچ وقت یادم میاد دوشنبه بود، جزو احکامی که داد یکی حکم قدساده برای رادیو تلویزیون بود، رسانه به قول معروف ملی رو در چنگ داشته باشه. همونم آقای قدساده اومد بالا و گفت آقا موسیقی رو قطع کن. صدای بنان مرضیه داشت پخش میشد، منوشهری دوستمون که تهیه کننده بود گفت آقا اینا رو بردارید نذارید. دومین جا دادگستری بود، یعنی دادگستری رم عملا از چنگ حقوقدانان در آورد، آقای بهشتی رو گذاشت اونجا، اونم که خیلی آخونده رو سرازید. و سرانجام آموزش پرورش، یعنی در واقع یه فرمان توقف آموزش پرورش صادر شد و اینجوری درس بودید دانشگاه هم که بدتر. حالا شما تأثیر مخرب این 42 سال دست بردن توی دادگستری، اون که معلومه 20 میلیون پرونده و این همه اعدام و کشتار و زندان، رادیو تلویزیون هم صدا و سیمای ملیمون معلومه چه خبر. بریم روی آموزش پرورش که تخصص شما هم هست، لطمات چقدر هست و چگونه هست و آیا قابل جبران هست یا نه؟ دکتر نوری‌زاده در مورد دادگستری که اشاره کردید
در واقع اصلا خود دیوانان یک کشور رو اول منحل کردن. بله. چون قاضیان دیوانان یک کشور رو نمیتونستن اخراج بکنن طبق قانون. بله. اینا به اصطلاح قاضیان نشسته بودن، قاضیای نشسته بودن و نمیتونستن. بعد اون رو منحل کردن، دوباره یه چیزی درست کردن که آقای بهشتی شده. ببینید آخوندا مردم تو خیلی چیزها رو میبینن، الان میبینن خود این خب این مملکت دست این آقایون افتاده، سپاه افتاده، یه سری چیزها رو نمیبینن، ولی کمتر از اون چیزی که میبینن نیست. یه نمونه مثلا به شما بگم، شما باور شاید برای مردم باور کردنی نیست. در صورت ببینید طبق مثلا قراردادی که با شرکت نفت بستن، شرکت نفت یعنی یکی از جاهای تخصصی ترین جاهای به اصطلاح وزارتخونه های کشور، 1800 نفر از آخوندا در آخرین آماری که هست به استخدام وزارت نفت در آمد. آخوند در وزارت نفت یکی مثلا گاز و نفت و پتروشیمی و این چیزاست نفت. طبق نظر آقای خامنه‌ای، البته در واقع با فشار آقای خامنه‌ای و دستور آقای خامنه‌ای، 8 وظیفه، من این رو برای شما میخونم، در اساسنامه اینها آمده. 1. دیدار با روحانی، پیگیری امور روحانیون صنعت نفت توسط دفتر ارتباطات حوزوی وزارت نفت. این چیزا مردم نمیبینه. این پیگیری امور در 8 حوزه است. دیدار با روحانیون صنعت نفت و سرکشی از محلهای خدمت به عمل کرده ایشان. پیگیری پیشنهادات مطرح شده توسط روحانیون صنعت نفت. پیگیری سوم امور سازمانی، رفاهی و خدماتی مطروحه توسط روحانیون صنعت نفت. چهارم پیگیری امور حوزوی روحانیون صنعت نفت به ویژه تکمیل پرونده‌های آموزشی حوزوی. پنجم مصاحبه و ارزیابی افراد پیشنهاد شده جهت جذب بیشتر به وزارت نفت. ششم مصاحبه و ارزیابی روحانیون فعال در صنعت نفت در ابتدای دوره جدید فعالیت. هفتم معرفی روحانیون توانمند به شرکت های صنعت نفت جهت امامت جمعه. هشتم ببینید پیگیری ساماندهی و اصلاح حق و زحمه روحانیون در صنعت نفت. توجه میکنید باز یه سند در مورد وزارت آموزش پرورش دقیقا اینطوره. شما فکر بفرمایید خب آموزش پرورش ایران، این آموزش پرورش که من و شما گذروندیم، اون آموزش که مدرنی که من و شما گذروندیم و امروز هم بالاخره به یه شکلی در ایران جاری، هرچند ناقص، در حقیقت حاصل کوشش ها و جانفشانی های مردان بزرگی در تاریخ مملکت ما بود. کافیست که جوانهای ما برن به در واقع زندگی رشدیه توجه بکنه. یکی از بنیانگذاران اصلی آموزش نوین در ایرانه. بله. و ببینن که این آخوندها چه بلایی سر رشدیه آوردن. بله. و اون به اصطلاح تو تبریز، بعد آمد در خراسان، مشهد، همه جا میریختن تحت، به اصطلاح میسوزوندن، خراب میکردن، آتیش میزدن، تمام این حرفا. در نتیجه این آموزش پرورش که با این همه خون و دل در واقع پا گرفت و قدم به اصطلاح قد علم کرد، ببینید یه چیزی، دو تا سه تا مدرک من خدمت، یعنی دو سه تا موضوعی که اخیراً، یعنی همین دوره آقای روحانی ها، این چیزا مال این آقای روحانی به اصطلاح در ماه سپتامبر، الان ما ماه دسامبر، راهی نیست،
تو زمان کوتاهی است که در به اصطلاح در 7 رئیس انجمن تخصصی علوم اجتماعی در تاریخ در ایران نامه سرگشاده‌ای به وزیر آموزش پرورش نوشتن. چرا؟ چون اینا تصمیم گرفتن در به اصطلاح قانون استخدامی وزارت آموزش پرورش طلاب سطح 2 و 3 حوزه‌های علمیه رو به عنوان دبیر تاریخ و علوم اجتماعی ایران استخدام کنن. تاریخ و علوم اجتماعی عنوان، ببینید این متن بخش زیادی از نمیتونم کلا نامه رو بخونم چون زمان تلویزیون اجازه نمیده. بله بله. بالاخره محدود هستیم با همه محبتی که شما دارید. ببینید اونجا نامه این از جناب آقای محسن حاجی میرزایی وزیر محترم آموزش پرورش، همانطوری که استخدام دارید در آستانه بازگشایی دانشگاه، دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و تاریخ با خبری دور از انتظار و نگران کننده روبرو شده. بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای آزمون استخدامی کشور که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شده است، برای استخدام به عنوان دبیر تاریخ علوم اجتماعی، دبیر تاریخ علوم اجتماعی علاوه بر دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد این رشته ها، دانش آموختگان سطح 2 و 3 حوزه علمیه هم واجد شرایط اعلام شده. درنگ کوتاهی ناچاریم داشته باشیم و بعد برگردیم در خدمت راجب همین مقوله. من سوال دارم، با ما باشیم. یک با درود دوباره بگم که این آهنگا و این ما رو توی فضای خاکستریم بره. من دکتر همینطور اسم میکنه، یه جوری اون سالهای یه جور خاصیه، سالهایی که آدم وقتی صبح بلند میشد میمد سر خیابون میدید یه کوچه جدید آسفالت شده، 2 ساختمون ساخته شده، سالهای عجیبی بود. حتما به یادت هست دکتر. دقیقا. من به خصوص روزی که رفیعی درگذشت قشنگ یادمه. من دوران دبیرستان بودم، وارد دبیرستان البرز که شدم، همون اولین نفر از دوستام که دیدم خیلی ناراحت، گفتم چی شد، چیه، چه شده؟ گفت ببین شنید خبر؟ گفتم نه. گفت رفیعی مرد. همین واژه مرد رو من نمیخوام، اون همینطوری خب به صورت عامیانه استفاده کرد و خیلی ناراحت شدم. در واقع یه صدایی میدونید، اون صدای زنگدار خیلی یه، ببینید توی آواز، حالا از بحث دور نشیم، توی آواز عموما کسانی، من خودم دست کم سلیقه شخصیم، یک نوع سویدای دل در اون بیان، در اون آواز اگر نباشه زیاد به دل نمیشینه. و تمام این آهنگای بزرگی که برای ماها به عنوان خاطره مونده و در دلمون نشسته، اگر جستجو کنیم، همه این آهنگا یک نوع سویدای دل هست در درونش. و صدای رفیعی یکی از بارزترین صداهایی بود که این خاصیت رو داشت. یه نکته جالب که من یادمه، بعد از دانش رفیعی صداهای شبیه به اونم اون، مثلا کوروش سرنگزاده اینا اومد، ولی داریوش موند همچنان یونیک. و جالب اینه 5 نسلم بهش گوش میدن و لذت میبرن. دکتر برگردیم به صحبتمون. ببین قبل از انقلاب ما معلم آخوند داشت، آدمایی که روحانی بودن درس هم میداد، البته بیشتر تو فقه بود. میکنم یکیشون مرحوم غربی که ادبیات و تاریخ رو درس میداد، ابا عمامه رو سر کلاس ور میداشت با کچلوار میداد. ولی بعضی هاشون هم تو شما گفتید معلم های قرآن شرعیات بود. در دانشگاه هم اگه تدریس میکردن مثل استاد مشکات و سنگلجی، همون برای دانشکده ما فقه درس میدادن و اصول و مبانی سیوتی و این همون درس که تو حوزه میخونن اینجا هم تدریس میکردن و فقه منصوص رو. ولی الان شما میبینید که آقای آخوند شده معلم هنر، این اصلا وحشتناکه، یعنی کلافه میکنه آدم.
دوست دارم در ادامه تجربیاتتون اینا رو هم بشنوم و ببینم. حتما ببینید اتفاقا در این نامه ای که هفت انجمن تخصصی ایران نوشتن، بله، به یه مسئله مهم اشاره میکنه در همین ارتباط با فرمایش شماست. در این نامه گفته میشه که دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و تاریخ بیش از 100 واحد تخصصی و پایان نامه پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی خود میگذرانند. این در حالی است که چنین درسایی در برنامه آموزشی حوزه اصلا وجود ندارد. یعنی ببینید آوردن آخوند به عنوان معلم تاریخ و به عنوان معلم علوم اجتماعی، دبیر علوم اجتماعی، در واقع مثل همه کارهایی که دیگه کردن در واقع داغون کردن و تخریب، چیزی اضافه نمی کنن به این علم ها در اون در مملکت ما، کاری که تو همه زمین ها کردن. یه پرانتز اینجا باز بکنم که در کمیسیونی که در وزارت آموزش پرورش که برای به اصطلاح موضوعای کتابای درسی که 7 نفره از قرار 5 نفر اینا معممن آخوندن و جالبه بدونید در این بخوام بگم در ارتباط با تخصص خانمی مقاله نوشته بود، در اون مقاله خیلی البته ما سند آورده بود که کتاب انگلیسی و این واژه، این اصطلاح خیلی معمولی در انگلیسی رو thank you کردن یا رو تبدیلش کرده به God you، یعنی خدا، یعنی به جای thank گذاشته God. این آخوند مثلا خیال میکنه که مثلا با آوردن به جای thank گاد مثلا دین رو پرورش داده، یعنی اصلا مغز اینا کوچیکه. توجه می‌کنی؟ این ببینید 7 تا انجمن، یعنی انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی ارتباطات، انجمن انسان شناسی ایران، انجمن علوم سیاسی ایران، انجمن ایرانی تاریخ، انجمن ایرانی تاریخ اسلام و انجمن مددکاران اجتماعی ایران، این 7 نهاد بزرگ در واقع تخصصی در ایران، انجمنی وابسته به تخصص ها در ایران. این نامه رو به وزیر آموزش پرورش نوشتن ولی کی گوش بکنه؟ تازه ببینید خود فارغ التحصیلان دانشگاه ما، یعنی در رشته تاریخ، ریاضی، تو هر رشته ای با کمبود کار مواجهن، این اصلا کار ندارن. تازه اینجا هم در واقع میدن دست آخوندها و آخوندها رو میارن و جا رو بیشتر تنگ میکنن برای فارغ التحصیلان رشته های دانشگاهی. من یادم زنده یاد دکتر کاتوزیان، استاد بزرگ تاریخ، در بزرگداشتی که چند سال پیش از فوت ایشون در تهران برگزار شد، آقای محقق داماد جز چیزهایی که به اصطلاح تعارف هایی که کردیم بود که دانشجویان شما که شما پرورش دادید همه امروز در وزارت دادگستری و در قوه قضاییه مشغول به خدمت به مردم هستند. فوری در واقع دکتر کاتوزیان بلند شده بود و گفته بود من اعلام براءت میکنم، شاگردان ما رو، دانشجوی ما رو شما استخدام نمیکنید، همه رو تو حوزه میارین و از جنس خودتون میارید. توجه میکنید؟ من الان یه نمونه، من یه سندی رو به شما میگم. ببینید در سال 99 یک تفاهم نامه میان 92 میلادی، نه خیر، اساسا 92 شمسی خودمون، یعنی امسال بله، نه خیر، 92 92 دو، بله 92، بله، در همین دولت های روحانی، بله، تفاهمنامه میان آموزش پرورش تهران در حوزه علمی برادران امضا شد که بر این اساس مدارس دولتی تحت پوشش مدارس وابسته به حوزه علمی تبدیل میشه. توجه میکنید؟ کاملا متاسفم. آقای دکتر ببخشید، شما حرف خمینی که یادتونه،
حوزه و دانشگاه باید یکی بشه و باید پیوند بخوره. اصلا دفتر تحکیم وحدت برای این درست شد که وحدت بین حوزه و دانشگاه. ولی منظورم اینه که شما وقتی بررسی میکنید این اثر مخرب این سیاست بر آموزش و پرورش ما چقدره و تا کجاست و در چه جاهایی مقاومت شده، در چه جاهایی دبیران شرافتمند ما ایستادگی کردن. ببینید مقاومت به طور روزمره است، در این شکی نیست. من خود من شاهد بودم در ایران در همه حوزه، توی دانشگاه هم همینطوره. منتها ببینید برجهت جلوگیری میکنن از پرورش علمی ذهن توسط دانش آموزا و همه اینا با دستور شخص آقای خامنه‌ای خیلی حساس راجع به این داستان گفتن چرا اینقدر فارغ التحصیل دانشگاه رشته های انسانی علوم انسانی داره. ایشون دشمن علوم انسانی. بله ببینید تسلیم خبرگزاری تسلیم که وابسته به سپاهه، بعد از این تفاهم نامه نوشته است که بر اساس این تفاهم نامه از این به بعد شاهد همکاری مشترک برای راه اندازی و توسعه مدارس امین وابسته به حوزه علمی خواهیم بود که بر اساس این طرح با انتخاب مدیریت حوزه و توافق اداره کل آموزش پرورش تهران مدرسه دولتی به مدرسه وابسته به حوزه علمیه تبدیل می شود و مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس مدیریت تربیتی مدارس را بر عهده خواهد داشت. محتوای برنامه ها طبق شیوه نامه فرهنگی و تربیتی تایید شده کارگروه و توسط فلان فلان. و میدونید یه قرارداد دیگه هم بسته شد که در همین زمان آقای روحانی 70,000 به اصطلاح روحانی یعنی آخوند رو به مدرسه ها اعزام کردن. شما میبینید در حقیقت این دست اندازی اینها به امر بالاخره یه جوری حالا لایک نبود. آموزش پرورش ایران یه آموزش پرورشی بود که آموزش دینی هم درش بود، ولی برجهت جنبه های سکولار در این آموزش پرورش زیاد بود. مسئله علم مطرح بود. ببینید اون داستان معروف خود شما یادتونه، ما همه توی کتابای درسیمون میخوندیم سر اون دعوای میان ملای ده و معلم تازه وارد. عکس ما رو یعنی در اون کتابای درسی به ما دانش آموزان میگفتن که آقا یه فرقی هست بین ماری که رو تخت سیاه میکشن و ماری که ما به عنوان علم به شما یاد میدیم. توجه میکنی؟ خیلی موضوع مهمی بود به نظر من اون داستان. یعنی من و شما دانش آموز نوعی که این داستان رو میخوندیم از اون کوچکی ذهنمون میرفت که آقا این ماجرا یک ملای ده برای حفظ موقعیت خودش و برای اون به اصطلاح با علم مخالفت میکنه و علم چیزی جز اون چیزی که ملا میگوید. و من به نظر من این جنبه بسیار مهمی است که یعنی امروز هدف قرار داد. اگر نگاه بکنید آقای نوری‌زاده به غیر از دوره مهندس بازرگان که فکر میکنم وزیر آموزش پرورش آقای دکتر شکوهی بود، آقای دکتر شکوهی بود از اون به بعد به قول معروف در تمام کابینه های دولتی بدخیمترین آدم ها وزیر آموزش پرورش بود. کاملا درست. از آقای بعضیاشون که آقای دکتر بعضیاشون فاجعه آمیز این وزرای آموزش پرورش زمان احمدی نژاد اصلا فاجعه بودن. دقیقاً. نه خود آقای رجایی زمان که نخست وزیر بود میگه یادتون رفته زمان که وزیر آموزش بشه که در واقع میخواست تعطیلی مدارس رو چون میگفت عید نوروز به اصطلاح مخالف بود دیگه. ما اینو که یادمون رفته، الان این نسل جدید یادش نیست. به جای 13 روز تعطیلی مدرسه ها گفت باید 4 روز تعطیل باشه و اون موقع این میلیون ها دانشجو اون شعار معروف رو دادن
رجایی ارتجایی برکنار باید گردد. درجه میکنید در دوره های در هر دوره ای نگاه بکنید، خود این آقای عداد عادل از زمان رجایی تا فکر میکنم 15-16 سال 20 سال بعدش هم در واقع معاون آموزشی ثابت وزارت آموزش پرورش بود و بخش مهمی از تغییر موضوع ها و به اصطلاح مطلب های کتاب های درسی با قیچی سانسور و تیغ این آقای حداد عادل تنظیم شد. بله، متاسفانه حداد عادل نقش بسیار مخربی داشته. آقای دکتر، ایشون مصاحب آقای خامنه ایه، ایشون و آقای ولایتی دائم با ایشون هم مجلس گرده دارن میشه و بنابراین تأثیر حرف شما خامنه ای قبل از انقلابو میبینی با خامنه ای که بعدن باش برخورد میکنی دو تا آدم متفاوتن. و تأثیر آدم های مثل ولایتی و حداد عادل که یه روز کیفکش دکتر نصف بوده کاملا مشهوده. متاسفانه آقای خامنه ای رو تبدیل به این موجودی کرده که علوم انسانی رو نفی میکنه. خیلی دردناکه. نخیر، یعنی من بحثم اینه که اینا به یه نتیجه رسیدن که از در ذهن کودک رسوخ بکنن و این خرافات رو، ولی یه اشتباهی کردن. اشتباه اینه که اولا ایران کشور، مثلا اگر در عهد سلطان بن تیمور پدر سلطان قابوس اگر می بود، اینا رو خیلی با اداره مملکت نداشته. بله. در جایی که این مملکت یک دوره مدرنیزاسیون شدید حالا آمرانه بوده، همین یک اون رو گذرانده. بعد در عصری که صنعت و فناوری در حقیقت مجازی جهان رو گرفته، اینا هرچی در دبستان به این کودکان ما بگن، در دبیرستان به دانش آموزان ما بگوین، این گوشی تلفن، این در واقع وصل شدن این بچه ها، تک تک این بچه ها با دنیای بزرگ جهان مجازی و چیزهایی که به اونا گفته میشه، بخش زیادی از این به اصطلاح آرزوهای دور و دراز آخوندها رو پنبه میکنه که تا به امروز هم کرد. دقیقا همینجوره و من واقعا به نسل جوان درود بهشون میفرستم. اینطور علاقه من، همطور که بچه های ما عزیزان ما در اینجا اینقدر سرعت فراگیریشون بالا رفته، در ایران هم همینجوره. من میبینم پسری فارغ التحصیل دبیرستانه و بعد به خاطر تداوم خودش، علاقه مندیش، کتاب خونیش روی همین اینترنت، چقدر دانشش بالاست، چقدر آگاهیش بالاست، چه وکبلری لغاتش چقدر سطحش بالاست. پس شما در مجموع های دکتر بر این باورید که رژیم شکست خورد. دقیقاً. اصلا آقای نوری‌زاده، یک انقلاب پنهانی در زیر پوست این جامعه در این سالها اتفاق افتاده. نه آقای خامنه‌ای، نه سپاه پاسداران، هیچ کدوم نمیتونن از پس این انقلاب بسیار آرامی که در زیر پوست جامعه ما در جریانه از پس چنین چیزی بر نخوان. دکتر، شما وقتی دانشگاه تدریس میکردید آیا یک دیرکسیون خاص به شما داده میشد یا درس‌ها رو باید قبلا میگفتید یا آماده چجوری بود؟ سیلابس های درس ها رو خب طبیعتا یه برنامه مال وزارت علوم هست. بله. خود این سیلابس های درس ها، ولی حوزه های رو یه مقدار زیادش برمیگرده به خود کسی که درس بوده، بخش زیادیش و جسارت اون آدم. یه جاهایی رو خب ممنوع میکنن، یعنی ممنوع هست عملا. شما بالاخره کسانی که درس میدن باید یه خط قرمزهایی رو رعایت بکنن، راجع به هر چیزی نمیتونن سر کلاس درس به اصطلاح صحبت بکنن، ولی همواره یعنی یه بحث مهمه در آموزش این است که یه وقت است، یعنی یک بخش آموزش ما چه در مقام استاد دانشگاه، چه دبیر، چه معلم، اون دانست انتقال دانستنی های ماست که باید بلد باشیم
به رغم هر وضعیتی که پیش میاد و چیزی که فکر میکنیم درسته منتقل کنیم و مبارزه کنیم با وضعیت. ولی فراتر از اون شغل معلمی و دبیری و بخصوص استادی دانشگاه این است که به شاگردانش، به دانش آموزانش یاد بده که چگونه باید بیاموزن. من فکر میکنم در آموزش اون بخش این که ما به شاگردامون بگوییم چگونه باید آموخت خیلی فراتر از اون بخش اون انتقال به اصطلاح دانستنی های ماست، یعنی دادن یک تفکر علمی و تحلیلی به دانشجو. اگر این رو به دانشجو منتقل کنیم خیلی از چیزهایی که سر کلاس درس نمیتونیم بگیم خود اون دانشجو میره و پیدا میکنه. درود میفرستم به دکتر کاظم کردوانی، مثل همیشه بسیار محظوظ شدیم و بهره بردیم. این وقتی آدم با یه استاد گفتگو میکنه که در حوزه تخصصی خودش مطالعه کرده، زحمت کشیده، تدریس کرده، اون وقت آدم مجموع این برنامه رو میبینه که به دل مینشه. سپاسگزارم از شما. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر کاظم کردوانی، تا دیدار بعدی همه را در پناه پروردگار عاشق میخواهم. باشد که عید میلاد مسیح و سال نو میلادی همه بر شما مبارک باد. Thank you.